دومین هفته آبان رو به پایانه و انقلاب ملی شما همچنان در خیابان و دانشگاه و مدرسه و داخل و خارج ایران ادامه داره. ماه کشتار خونین 98، ماه چهلم های شهریور و مهر خونین 1401. عزا رو به خشم تبدیل کردید، همدل شدید، میگید غیر پیروزی راهی نیست، پس باید پیروز شد. خیابان و حفظش به دست مردم اهمیت زیادی داره. امشب در بخش انتهایی به حفظ خیابان و تأثیرش بر خستگی نیروی سرکوب رژیم میپردازم همراه با سروان پریبرز کرمی زند. اما پیش از اون و در بخش نخست، گفتگوی اختصاصی من رو خواهید دید با یک سیاستمدار ایرانی الاصل که در حال حاضر عالی رتبه ترین مقام سیاسی در یکی از کشورهای دموکراتیک رو به عنوان یک ایرانی تبار بر عهده داره. با مسعود قراخانی رئیس پارلمان نروژ صحبت کردم راجع به انقلاب شما. همراه من باشید، حرف آخر حرف شماست. وقت بخیر. همین الان که با شما صحبت میکنم، اعتراضات در اقصی نقاط ایران در جریان هست. صبح امروز حتما در جریان هستید که در مراسم چهلم هایی که برگزار شده بود در به خصوص کرج و همینطور فولادشهر اصفهان، رشت و آمل، مردم به خیابون اومدن. از صبح امروز کلید اعتراضات رو زدن. در کرج به خصوص ما شاهد اعتراضات شدید مردم بودیم که میدونم حتما در بخش های قبلی شما ویدیوها رو دیدید و شنیدید. همین الان که من با شما صحبت میکنم، در فسا اعتراضات ادامه داره. در تهران در دو نقطه حداقل تایید شده که اعتراضات آغاز شده، در آریاشهر و همینطور نازی‌آباد. در مشهد خیابون احمدآباد من میبینم که ویدیوهای ارسال شده و اعتراضات ادامه داره و همینطور در قزوین و شهرهای دیگه که مطمئنم همکاران من در بخش‌های بعدی خبری به تفصیل بهش خواهند پرداخت. و اما گفتگوی اختصاصی امشب، مهمان من 40 ساله است، متولد تهران، ساکن در حال حاضر اسلو، که در 39 سالگی تونست به دومین مقام سیاسی نروژ بعد از پادشاه برسه، ریاست استورتینگه که همون پارلمان این کشور هست. اولین مهاجر در تاریخ نروژ که به ریاست مجلس رسیده. سال 2017 از حزب سوسیال دموکرات این کشور به مجلس راه پیدا کرد و پارسال دقیقاً همین روزها نوامبر 2021 به ریاست پارلمان رسید. از آغاز جنبش انقلابی مردم ایران با در دست گرفتن بنر زن، زندگی آزادی، از شما حمایت کرد. در سخنرانی ها و مصاحبه های مختلف حمایت خودش رو نشون داده و با اینکه سیاست خارجی در نروژ در حوزه اختیارات پارلمان نیست، سعی کرده در گفتگو با مقامات دولت این کشور رایزنی هایی داشته باشه باشون که بتونن در قبال جمهوری اسلامی سیاست سخت‌تری اتخاذ بکنن. هرچند به من گفت که نروژ با اینکه عضو رسمی نیست، در این زمینه ها اغلب تابع سیاست‌های اتحادیه اروپاست. این هفته در یکی از اتاق‌های محل برگزاری جلسات نماینده‌ها در ساختمان پارلمان در اسلو، یک جای تاریخی، با او گفتگو کردم. درباره شما پرسیدم، درباره نفت که هم ما داریم هم نروژی‌ها، ولی اونها کجا و ما کجا. درباره کارهایی که از دست خودش به عنوان رئیس پارلمان برای شما برمیاد و همطور درباره آینده ایران. گفتگوی من رو ببینید و بشنوید با مسعود قراخانی، سیاستمدار ایرانی نروژی و رئیس پارلمان نروژ. آقای مسعود قراخانی، رئیس پارلمان نروژ، بسیار ممنونم که تقاضای گفتگو با من رو قبول کردید در این اتاق بسیار زیبا که جای تاریخی هست و بعضی جلسات پارلمان اینجا برگزار میشه. بسیار خوشحالم که در این مکان تاریخی که یکی از مظاهر دموکراسی در اروپا هست با شما گفتگو میکنم. مرسی. خوش اومدیم به نروژ و پارلمان نروژ. مرسی. در ابتدا بفرمایید که آقای قراخانی، چه حسی دارید وقتی جوانهای ایرانی رو میبینید این روزها در خیابانها؟ تصاویری که میاد از شجاعت اینها که دنبال همون چیزی هستن که شاید الان اینجا در نروژ شما بهش سالهاست رسیدید. من یادم اون ویدیو رو نگاه میکردم که خمینی داشت میومد به سمت ایران بعد از انقلابش، گفتن چه حسی داری؟ گفت من هیچ حسی ندارم. نه. اما همه ما که ایرانی تو وجود ما هست حسیات داریم این روزا. هم افتخار میکنم به اون جوانایی که تو خیابان هستن، دارن فریاد میزنن ما آزادی میخوایم، ما دموکراسی میخوایم، ما حقوق بشر میخوایم. خب هم که روزای سختیه، هم عصبانی میشم هم گریه میکنم. واسه اینکه سخته ببینیم جوانایی که دارن فریاد میزنن واسه اون دموکراسی آزادی که من دارم تو نروژ، دارن گلوله بهشون میزنن، دارن با باتون میزننشون، تو زندان میندازنشون. برای همین مهمه که من هممون به اونها یه صدا بدیم.
بسیار ممنون از اینکه شما به عنوان یک سیاستمدار خارجی، حالا جدا از اینکه ایرانی هستید، اصالتاً این حس رو دارید. چقدر آقای قراخانی یک نسل متفاوتی الان توی خیابون‌های ایران هست؟ یعنی متوسط سنی اینها طبق خود آماری که خود رژیم اعلام کرده، کسایی رو که دستگیر کرده، واقعاً زیر 20 سال هست متوسط سنیشون. چقدر این نسلی که در خیابان هست و اعتراض می‌کنه رو متفاوت می‌بینید با نسل خودتون؟ اولاً خیلی نترسن، شجاعن. بعدن خب من یه ویدیو درست کردم، هم اولی که عکس جینا و مهسا امینی رو واسه من فرستادم، اصلا دیگه احتیاج داشتم که یه چیزی بگم. برای همین من یه ویدیو کوتاه درست کردم تو فارسی که گفتم همین، امیدوارم که شما که تو اون کشوری که منم توش به دنیا اومدم یه روزی اون دموکراسی آزادی داشته باشین که من تو کشورم نروژ دارم. خب میدونم میلیون نفر دیدن، بعد از اون همش به من پیام میفرستن. خود درناکه واسه که خیلی هاشون پیام میفرستن، میدونم ما میدونیم اگه تو خیابان باشیم جانمون رو شاید دست بدیم، اما واسه ما مهمه، ما دیگه نمیتونیم، پرن آزادی رو میخوان، دموکراسی رو میخوان. برای همین یه نسلی که نترسن، روز به روز دارن بیشتر میشن، برای همین هم رژیم واقعا ترسیده. به قول ایرونی ها میگن دیگه به اینجاشون رسیده. واقعا. پس مهمترین تفاوت این نسل با نسل خودتون رو این شجاعت و نترس بودنشون رو میبینید که علارغم اینکه میدونن ریسک داره براشون برن و اعتراض بکنن، اما همچنان حضور دارن. همونطور که خودتون اشاره کردید، رژیم به شدت در حال سرکوب این اعتراضات هست. چند روز پیش فرمانده سپاه پاسداران به شدت به معترضا هشدار داد که دیگه حق ندارین تو خیابون بیاین. دو سه روز پیش رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفتش که مردم از ما انتظار دارن که ما اینا رو زودتر سرکوب بکنیم و مجازاتشون بکنیم، تهدید میکنن. و خب همطور که تصاویر رو هم شما فرمودید، در خیابان‌ها میبینیم که تیراندازی میکنن، کتک میزنن، در زندان‌ها دارن شکنجه میکنن. آیا به نظرتون تأثیر داره این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته که صدای معترضان رو بخواد با سرکوب و نقض حقوق بشر، جنایت بیشتر بخواد خاموش بکنه؟ به نظرتون تأثیر داره روی این نسل؟ داریم میبینیم اینا نمیترسن، جوان ها میان بیرون تو خیابون، هر نفرشون که با باتون میزنن یا یکیشون رو میکشن، بازم هزار نفر دیگه میان بیرون اعتراض میدن، میگن که ما اون آزادی رو میخواییم. برای همه میگن ما هستیم تا آخرش هم هستیم. یه پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی سعی میکنه الان پیش ببره در صحبت‌های مقامات مختلف یا رسانه‌های وابسته به رژیم، خیلی سعی دارن روی این نکته تاکید بکنن، اینه که اگه این ادامه پیدا بکنه ما سوریه میشیم، نمیدونم لیبی میشیم. شما فکر میکنید چقدر به هر حال این واقعیه؟ یعنی این تهدیدی که جمهوری اسلامی میکنه که اگه ما بریم وضعیت ایران به هم میخوره و ایران میشه یه سوریه دیگه یا یه لیبی دیگه، چقدر واقعیه؟ و اصلا این نسلی که الان تو خیابونه باور میکنه این پروپاگاندا رو؟ من فکر کنم اگه جمهوری اسلامی پیشرفت کنه، ایران سوریه میشه. اون جوانایی که الان بیرون هستن تو خیابون، اون جوانا میدونن دموکراسی چیه، میدونن آزادی چیه. اینا خب اینترنت رو خاموش میکنن، اما بازم زرنگن، میدونن چجوری باید عکسا رو ویدیوها رو بدن بیرون، دنیا ببینن چه سرکوب این رژیم داره میکنه. منم میدونم که اون جوانایی که اونجا هستن اگه انقلاب بشه قشنگ میتونن یه دموکراسی خوب بسازن. در خارج از ایران هم خیلی جوان ها هستن که میتونن اون جوان ها رو کمک کنن، رفرمای دموکراتیک رو کمک کنن. بین 8 تا 11 میلیون ایرانی ما خارج کشور خیلی. داریم. خیلی. پس شما در واقع فکر میکنید این موندن جمهوری اسلامی هست که میبره کشور رو به اون بی‌ثباتی که خودش داره میگه اگه ما بریم اتفاق میفته؟ 100%. برای همه همیشه هم تو روزنامه‌های مثلا نروژ از من میپرسن اگه ایران انقلاب بشه سوریه میشه، میگم نه، ایران سوریه نمیشه. واسه جوانای ایرانی قشنگ میدونن دموکراسی آزادی چیه. 44 سال دیدن اون آزادی کم بودن چیه، برای همین حاضرن، بعد کمکشون کنیم. مرسی. حالا میرسیم به این که چه کمکی از دست شما ممکنه بر بیاد. قبلش یه چند تا سوال راجع به نروژ از شما بپرسم، کشوری که شما به قول معروف مهاجرت کردید و رسیدید به جایی که الان نشستید و من دارم با شما صحبت میکنم. فکر کنید یه لحظه ببریم تو دنیای خیال آقای قراخانی. فکر کنید توی نروژ الان کشیشای مسیحی تمام مسائل رو کنترل میکردن طبق قوانین مذهبی 2000 سال پیش و مثلا به شما میگفتن که مثلا چه قانونی رو باید تصویب بکنید، به سیاستمداران میگفتن چی باید بگید، به جوونا میگفتن چی باید بپوشید، چی باید بخورید. فکر میکنید جامعه نروژ چه واکنشی نشون میده الان؟ قبول نمیکرد. ببین نروژ قانون اساسیش 200 سال قدیمیه، تا
تو اون قانون یعنی گفتن که هدف مردم مهمه، یعنی انتخاب بتونن بکنن کی تو پارلمنت باشه. اینجا یه کشوری که هر دینی که میخوای میتونی داشته باشی. من مسلمونم، رئیس پارلمنت نروژ هستم، نروژ کشور مسیحی هستش، اما سیاست دین دخالت نداره. این مهمه. بعدا من فکر میکنم اگه دین اجباری باشه خیلی اصلا دین دور میشن. الان تو خود ایران میبینی که اون اجباری که این رژیم کرده یه کاری کرده که دیگه به دینم اعتقاد ندارن. بله آقای قراخانی، دموکراسی نروژ چطور کار میکنه؟ به عنوان یک مدل دموکراسی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، شاید برای بیننده‌های ما جالب باشه که بدونن مثلا شما رئیس پارلمان هستید، خب دولت هست و پادشاه مشروطه هم سر کار هست. دموکراسی در نروژ چجور کار میکنه؟ خب ببین، پادشاه سمبولیکه، یعنی همبستگی، تو سیاست دخالت نمیکنه. هر 4 سال اینجا انتخابات واسه پارلمان، دیگه مردم رأی میدن به حزبای چند جور. من خودم مثلا با حزب سوسیال دموکرات هستم. بعدن از اون درصدی که تو پارلمنت میاد یه دولت تشکیل میشه. دیگه اون دولت هم هر چی که پارلمنت میخواد باید انجام بده. یعنی در واقع رهبر حزب اکثریت میشه نخست وزیر. بله. و کابینه رو درست بله. میکنه. نقش پارلمان چه هست در اینجا؟ اینجا خب بعد همه قانون اساسی و بودجه همه اینجا تصمیم میگیرن. یعنی اگه دولت میخواد بودجهشو انجام بده و بیاد پارلمنت رأی بگیره، اگه رأی گرفت میتونه اون موقع اون کار انجام بده. نقش پادشاه که گفتید همبستگی هست، چقدر مهمه در یک کشوری مثل نروژ، یک مقامی که بتونه بر حال اقوام مختلف رو، مذاهب مختلف رو با هم همبسته نگه داره؟ واقعا هفته پیش بود که من پیش پادشاه بودم. هر سال پادشاه دعوت میکنه واسه شام همه نماینده مجلس، دیگه اون روز هم پادشاه حرف میزنه هم من حرف میزنم رئیس پارلمان. منم گفتم پادشاه خیلی مهم بوده تو کشور نروژ، هم تو شادی های مردم بوده هم تو سختی های مردم بوده، اما همیشه میگه حرف من حرف مردمه، یعنی دموکراسی همه چی مهمتره. مرسی. برسیم به خودتون آقای قراخانی. خودتون در صحبتاتون فرمودید یک مسلمان که متولد ایران هست و مهاجرت کردید سال 1987 فکر میکنم، میشه 1366 فکر میکنم، رسیدید به ریاست پارلمان نروژ، یکی از قوی ترین اقتصادها و دموکراسی های دنیا. چجوری این مسیر رو طی کردید؟ ببین خب من و مادرم و پدرم خب هم 1987 میلادی که اومدیم نروژ، واقعا با $1 اومدیم نروژ. اما خوبه نروژ اینه که فرق نمیکنه چه دینی داشته باشی، چه بک‌گراند داشته باشی. خب بالاخره تلاش کردن مادر پدر من. الان مادر من معلمه، نروژی یاد میده به مهاجرایی که میان نروژ. پدر من توی شهرداری کار میکنه، مهاجرایی که میان کمک میکنه. خب خودم هم رادیوگرافی درس خوندم. واسه مادر پدرم مهم بود که هر کاری که میخوای میتونی بکنی، اما اول باید درس بخونی. واسه که آرزوی اونا بعد از انقلاب بود که برن دانشگاهی که دانشگاه موقع بسته شده. دیگه من رادیوگرافی خوندم، خب بعدش هم دیگه تو سیاست شروع کردم. اونم واسه که همیشه آدم از مامان بابا میپرسیدم، گفتم خب نروژ هم که نفت داره، ایران هم نفت داره، خب چرا اینقدر فرق میکنه این کشورها؟ فهمیدن خب همه چی سیاسته، همه چی دموکراسیه. دیگه شروع کردم فعالیت رو. دیگه 2017 میلادی بود که اومدم تو پارلمنت و پارسالم که شدم رئیس پارلمنت. بله، حدود بیشتر از یک سال و خوردیه فکر میکنم. یک سال شد. بله دیگه، نوامبر 2021 بود. درسته، دقیقا میشه یک سال. اشاره کردید به نفت، اتفاقا سوال بعدی من همین هست آقای قراخانی. نفت و شباهتی که نروژ از نظر منابع زیرزمینی داره به جغرافیایی مثل ایران، تفاوتش در کجاست که نروژ در اینجا وایستاده در بین جامعه جهانی و ایران در اونجاست؟ خب اولا همه اینه که نروژ خب پول نفت و جامعه سازی میکنه، یعنی مدرسه، دانشگاه، بیمارستان همه رایگانه. این مهم بوده از روزی که نفت پیدا کردن، گفتم باید جامعه سازی کنیم. خب تو ایران که از فساده، یعنی اون پولی که واسه مردمه به مردم نمیرسه. دوما اینه که توی نروژ همیشه میگیم مهمترین سرمایه کشور مردم نروژن،
یعنی برابری زن و مرد مهم بوده، هم زن هم مرد کار میکنه. یعنی درآمد نروژ مهمترین درآمدش نفت نیست، درآمدی که من و تو مالیات میدیم تو این کشور. بله، یه بخش کوچیکی از پول نفت وارد بودجه میشه. بله، برای همین که گفتین زیر ساختار رو درست کنیم. چند درصد بس که اینجا هم مهمه که خود درست جامعه سازی کنیم، هم که پول بذاریم کنار که نسل بعدی هم بتونه اون جامعه خوب داشته باشه. بله، اتفاقا میدونم که یک وبسایتی هست در نروژ که اون صندوق ذخیره ارزی که شما دارید که پول نفت رو اونجا ذخیره میکنید به صورت لحظه‌ای داره جابجا میشه که الان چقدر پول اونجا هست و چقدر پول نفت رفته اونجا. بزرگترین ذخیره دولتی دنیاست. بله. خب از نروژ برگردیم سمت ایران آقای قراخانی. دوباره دولت نروژ، برسیم به سیاست خارجی اسلو. خب میدونم که البته پارلمان خیلی دخالتی در سیاست خارجی دولت نداره، اما دولت نروژ که شما مرتب باشون در تماس هستید و همینطور پارلمان که ریاستش به عهده شما هست، چطور میتونن در این شرایط حساس ایران در کنار مردم ایران وایسن و چجوری میتونن سیاست هاشون رو در برابر جمهوری اسلامی تنظیم بکنن؟ خب نروژ اون تحریمایی که به سمت ایران شده رو قبول کرده. درسته که ما جزء اتحاد اروپا نیستیم، اما نروژ همیشه هر چی که اتحاد اروپا بکنه ما هم میکنیم با همین. یه قراردادی هم بود که قرارداد مالیاتی بود بین ایران و نروژ که اونم دیگه لغو شد، تموم شد، رفتش. برای همین هم من دارم میبینم روز به روز این قرارداد مالیاتی شاید خیلی بتونه کمک بکنه که پولا رو آقازاده و اینا نتونن بیارن اینجا. آره دیگه، جزء اونا بوده. خب نروژ هم همیشه یه کشوری بوده که توی هم یو ان، هم سازمان ملل، یا همیشه حرف حقوق بشر میزنه، دموکراسی میزنه، آزادی میزنه. خب اینم مهمه. بله، یه بحثی که الان خیلی مطرحه، البته نمیدونم چقدر شما الان میتونید راجبش صحبت بکنید، راجب اطلاعاتی که دارید یا نه، اما یه بخشی که یه بحثی که الان خیلی صحبتش میشه، قرار دادن نام یه نهادی مثل سپاه پاسداران در فهرست تروریستی هست. هم کانادا داره راجبش بحث میکنه، هم به اروپا دارن فشار میارن، هم در بریتانیا نخست وزیر جدید ریشی سوناک که اومده سر کار 3-4 ماه پیش رسما گفته بود که اگه من نخست وزیر بشم این کارو میکنم، به خاطر حالا نقشی که در اوکراین الان داره سپاه پاسداران، اون پهپادهایی که فرستادن، نقشی که در نقض حقوق بشر در ایران داره و همینطور نقشی که در منطقه داره. دولت نروژ فکر میکنید همراهی بکنه با جامعه بین‌المللی اگه بخوان تصمیم قاطعی در این زمینه بگیرن؟ نروژ همیشه اینطوریه، اگه اتحاد اروپا بکنه نروژ هم سریع میکنه، واسه که خب نروژ جزء اتحاد اروپا نیست، هم خواه همیشه با اروپایی ها هماهنگی میکنه. کشور شما خیلی قاطع و خیلی پررنگ از اوکراین حمایت کرده. خود شما سفر کردید به کیف، با ولادیمیر زلنسکی دیدار داشتید، با رئیس پارلمان اوکراین میدونم که مرتب در تماس هستید. چه فکر میکنید اتفاقی باید در اروپا، اتحادیه اروپا و همطور کشورهایی که باشون همکاری میکنن مثل کشور شما یا سوئیس یا انگلیس که به هر حال در این سیاست ها با اروپا همراه هستن معمولا، اون حمایتی که الان داره از مردم اوکراین میشه همون سطح حمایت از مردم ایران بشه؟ چون صحبت زیاد میشه، اما من احساس میکنم یعنی مردم ایران خیلی هاشون معتقدن که اون حمایتی که از اوکراین الان داره میشه شاید از مردم ایران نمیشه. چه اتفاقی باید بیفته؟ من فکر کنم موقعی که سازمان ملل اون جلسه بزرگی که هر سال داره، خب اولا بود که تظاهرات ها شروع شده تو ایران، همه فکر میکردن خب مثل قبلا یه خورده تظاهرات برای تموم میشه، برای دیدن نه تموم نمیشه، دیدن که داره بیشتر بیشتر میشه، فقط تو تهران نیست، تا یه شهری نیست، تو کل ایرانه. خب اون یه چیزی رو چی میگن کل جامعه بین‌المللی عوض کرده. دومن هم خب همه دارن میبینن که اون رژیمایی که دارن با هم هماهنگی میکنن مثل پوتین و خب آخوندا، خب همون بمبایی که رو سر کیو الان دارن میریزن رو مردم کیو، خب اون داره ایران کمک میکنن. یعنی اونم خب یه تاثیرگذار هستش. الان من فکر میکنم چیزی که مهمه همین آدم ادامه بده، من صدام استفاده کنم، تو صدام استفاده کنی، مردم همون تظاهرات ها رو باز دوباره نگر دارن، میشه اون موقع عوض کرد. پس شما امیدوار هستید به این که این اتفاق بیفته در جامعه جهانی. با زلنسکی دیدار کردید، همطور که در سوال قبلی اشاره کردم، هیچ برنامه‌ای دارید که به عنوان رئیس پارلمان نروژ با فعالان و چهره‌های شناخته شده ایرانی که به هر حال در خارج کشور هستن مشخصاً دیداری داشته باشید برای اینکه بتونید باهاشون صحبت بکنید راجع به وضعیت ایران؟ همچین برنامه‌ای دارید؟ ببین خب تظاهرات‌های بزرگی که تو اینجا بوده من همه رو شرکت کردم، همین بیرون این مجلس بود، چند هزار نفر ایرانی اومده بودن، من اونجا بودم. میدونم که سخنرانی هم کردم که میدونم خیلی هم دیدن اون سخنرانی رو.
که گفتم مهمترین چیز الان همبستگیه، یعنی بعد همه با هم باشیم که بتونیم آزادی و دموکراسی رو ببریم. بعدم تو مارس چند ماه دیگه دارم میرم آمریکا واسه سازمان ملل واسه کنفرانس زن و برابری. اون موقع دوست دارم که اگه شد با چند نفر ملاقات کنم. بله، پس خبرهای خوبی شاید در راه هست. واقعا به در واقع کنفرانس زنان سازمان ملل اشاره کردید. چند روز پیش سه بانوی اول سابق آمریکا، میشل اوباما، لارا بوش و هیلاری کلینتون، به همراه اوپرا وینفری و خانم کریستین لاگارد که رئیس بانک مرکزی اروپا هست، خواستار این شدن که جمهوری اسلامی را از کمیسیون زنان سازمان ملل بندازن بیرون، که اگه این اتفاق بیفته فکر می‌کنم خیلی حمایت خوبی از مردم ایران هست. این حکومتی که این مدل زنها رو در خیابان سرکوب می‌کنه واقعا شاید جاش نباشه که در کمیسیون زنان بخواد یه حق رأی داشته باشه. آقای قراخانی، یه مقدار رک‌تر صحبت بکنیم، از اون فضای سیاست مداری بیاد بیرون. به عنوان مسعود قراخانی، رئیس پارلمان نروژ، همین امروز چه کار از دستتون برمیاد برای مردم ایران؟ من همینی که صدامو استفاده کردم گفتم ما مردم ایران هستم. خب میدونم که من دو هفته پیش رفته بودم بلین، آلمان رفته بودم. خب با اون همکارم که رئیس پارلمان آلمان هستش راجع به اوکراین داشتیم حرف می‌زدیم. آخر جلسه گفت مسعود من میدونم ایران واسه مهمه، من توضیح بده چی داری میشی تو ایران الان. خب من توضیح دادم، گفتم مهمه که آلمان و همه کشور الان کمک کنن اونایی که دارن تو خیابانا فریاد میزنن واسه دموکراسی آزادی که ما داریم. چند هفته پیش بازاره رئیس جمهور فینلند اومده بود اینجا، بازاره راجب اوکراین هرسن، آخرش گفت محصول من میدونم تو راجب ایران واسه مهمه، به من بگو چی داری اونجا اتفاق میفته. خب همونی که من صدام استفاده میکنم خب تاثیرگذاره دیگه، که میدونم خب خیلی از همکارای من اول این کارو نکردن، که ما که توی پارلمانتای مختلف هستیم خب میدونم سخته، چیز آسونی نیست اون تصمیمو بگیری، اما واسه من مهم بود که این کارو بکنم. برای همه فکر میکنم حداقل میتونم من یه سری از همکارای منو بتونم چی میگن به فکرشون رو به سمت ایرانم برسونم. چند تا شعار بهتون میگم، نظرتون رو راجع به این شعارها به من بفرمید. از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. اون همبستگی که من دارم الان میبینم من تا حالا ندیده بودم. من یادم 10 سال پیش بود بیرون همه پارلمنت بودم، خب دیدم هر کی که میومد یه حرفی میزد، انا همه حرفا یکیه، میگم ما دموکراسی آزادی میخوایم، این رژیم رو دیگه نمیخوایم. این همبستگی خیلی مهمه و نشون میده که تمام جاهای ایران، اقوام ایرانی به قول معروف چقدر الان با همون اتحاد رو دارن که جلوی اون پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه به هر حال بین مردم پخش بکنه وای میسن. خیلی ساده است این جمله که در بسیاری از دانشگاه‌ها به خصوص این روزها میشنویم که شعار میدن، جمهوری اسلامی نمیخوایم. 43 سال بس دیگه. یعنی این رو شما معتقدید که الان خواسته مردم ایران تغییر رژیم هست در کلیتش؟ حتما. بعدی رو خیلی این روزها میشنویم حالا به طرق مختلف، اما اون چیزی که من اینجا میتونم برای شما بخونم این هست که میگن توپ تانک فش فشه، آخوند باید گم بشه. آره گوش کرد. نظرتون چیه؟ شجاعن دیگه، جوان شجاع. خیلی هم خلاقن در شعارهایی که میشنویم. خلاقیت بسیار بالاست. خوشبین هستید با آینده ایران آقای قراخانی؟ 100%. اون جوانایی که الان تو خیابونا دارن فریاد میزنن هیچکی نمیتونه جلوشون رو بگیره. دو سوال آخرم هست، خواهش میکنم که رو به دوربین این رو پاسخ بدید. پیامتون به رهبران جمهوری اسلامی به عنوان رئیس پارلمان نروژ؟ من دوست دارم به آقای خامنه ای حرف بزنم. مهمترین سرمایه یک کشور مردمه. یه رهبر نباید سرکوب کنه، نباید مردم خودشو بکشه، با باتون بزنه. یه مسلمان خوب جوانا رو نمیکشه، یه مسلمان خوب خواهرشو، برادرشو، مادر و پدرشو نمیزنه. 44 سال رو کار بودین دیگه بسه. و در انتها پیامتون به مردم ایران به عنوان رئیس پارلمان نروژ که میدونم امشب دارن شما رو تماشا میکنه. دوست دارم به جوانای ایرانی بگم که من باتونم، شما شجاعین، دیگه وقتشه که اون آزادی رو، دموکراسی و حقوق بشر رو بگیریم که 44 ساله نداشتیم. من تا آخر آخر باهاتونم، تا آخرین نفس،
خیلی دوستتون دارم، تو قلب من هستیم. مرسی از شما آقای مسعود قراخانی که تقاضای گفتگو با من رو قبول کرد. بله، نسخه کامل این گفتگو با آقای مسعود قراخانی رئیس پارلمان نروژ رو ببخشید میتونید در یوتیوب و اپ اینتل پلاس تا دقایق دیگه ببینید. همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم، در ابتدای برنامه اشاره کردم که مشهد در خیابان احمد آباد اعتراضات در جریان هست. در تبریز یکی از مهمترین نقاطی که به عنوان نقاط عطف این انقلاب ملی محسوب میشه اعتراضات ادامه داره. در تهران، تهران پارس، هفت حوض، نارمگ، آریاشهر و نازی‌آباد امشب شاهد اعتراضات مردم هست. در رشت همچنان شلوغ هست، در قزوین و فسا هم که در ابتدای برنامه اشاره کردم و همینطور در فولادشهر اصفهان ویدیوهایی همین الان منتشر شده که نشون میده اعتراضات مردم در واقع تاریکی هم آغاز شده، چون امروز هم همزمان با مراسم 40 مهسا موگویی در این شهر اعتراضات گسترده‌ای در جریان بود. و اما در این بخش مهمان من در جریان اعتراضات شهریور ماه از ناحیه چشم مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت، به بیمارستان منتقل شد، از اونجا فرار کرد و حالا در نقطه امنی اقامت داره. باهاش صحبت کردم و تمایل داره اون چه از نگاه یک جوان معترض انقلابی در خیابان‌های ایران میگذره رو برای شما بازگو بکنه به عنوان یک شاهد عینی. سامان اسمش سامان هست، اطلاعات بیشتری رو نه خودش تمایل داره و نه من درجه میدم در برنامه مطرح بکنم. خوش آمدی به برنامه حرف آخر. سوال اولم از تو این هست که اول به من بگو اصلا چی شد، قبلش بگو حالت چطوره. سلام و درود فراوان خدمت شما و تمامی دوستان در شبکه ایران اینترنشنال و بینندگان محترم. بنده حالم تقریبا میشه گفت از نظر روحی که عالی هم و از نظر جسمی هم خب چشم چپم رو از دست دادم، از نظر رگ‌های مغزی هم خب یه مقدار التهاب داشتم که دو روز گذشته رو در بیمارستان بودم، ولی در حال حاضر در خدمت شما صحیح و سلامت هستم. چشم رو کامل، یعنی بینایی سمت چپ رو کامل از دست دادی؟ صدای من رو... بله، چشم سمت چپم به طور کامل و دائم از بینایی محروم شده. واقعا متاسفم، این رو میشنوم و درود به روحیه ای که داری. در ابتدا به من بگو که اصلا کجا این اتفاق افتاد سامان، خیلی سریع، و چطور شد که به هدف اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفتی؟ خواهش میکنم. ببینید، من 8 روز اول اعتراضات دائما در میدان ولیعصر و ابتدای بلوار کشاورز حضور داشتم و همراه چند تا از دوستان عزیزم و متاسفانه توسط مامورین جمهوری اسلامی شناسایی شده بود چهرم و روز 8 ساعت 8 و 10 دقیقه شب بود که از فاصله تقریبا 2 متری، از فاصله خیلی نزدیک، با اسلحه پینتبال به من شلیک شد. ساچمه‌ای خب ساچمش خیلی ریزتره و پخش میشه، اسلحه پینتبال توپش بزرگتره و توپش هم توپ رنگی نیست، در واقع سطح پلاستیکی. بله. و داخلش فلزی. بس من معذرت میخوام، تصدیق میکنم که با اسلحه پینتبال هدف اصابت گلوله قرار گرفتم. ادامه بده، بگو. خواهش میکنم. شلیک شد مستقیم به چشم چپم و از ناحیه چشم جمجمه و دندون تا حدودی سطحی بود، ولی آسیب چشم در واقع باعث نابینایی کامل و دائم شد. سامان، کجا چند سالت هست شما؟ ببخشید صداتون رو نداشتم. سنت چند سالته سامان؟ بنده 30 ساله هستم. سامان، توی صحبت‌هایی که با هم می‌کردیم به من گفتی که منتقل کردم به بیمارستان همون شب که هدف اصابت گلوله پینتبال قرار گرفتی و بعدش برای اینکه می‌دونستی دستگیر خواهی شد بعد از اون فرار کردی از بیمارستان. این رو هم کوتاه برای من توضیح بده لطفا. بله، ببینید، بنده در واقع همون شب بعد از شلیک خودم شخصا فرار کردم و خب موتورم و حوالی میدان ولیعصر پارک می‌کردم. خودم شخصا با موتور فرار کردم و به 2 تا بیمارستان مراجعه کردم که پذیرفته نشدم و بیمارستان سوم بستری شدم. یک شب رو با چشم باز و بدون پانسمان تا صبح در واقع سپری کردم و بعد از اون
در واقع فردا صبحش یه عمل جراحی داشتم که فیزیک چشمم رو حفظ کردن. 2 روز بعد تو اتاق معاینه که بودم متوجه شدم که 2 تا سربان تمام نیروی انتظامی دنبال شماره تخت بنده میگردن. از اونجا به کمک یکی از دوستانم که همراه من بود تو بیمارستان خودم رو به حیات بیمارستان رسوندم، از اونجا فرار کردم و متاسفانه با توجه به اس ام اس و تماس تهدیدی که از یک سپاهی داشتم مجبور به ترک کشور شدم. بله، الان در نقطه امنی هستی. به عنوان یک شاهد عینی سامان، از مردم میگی، تو کسی هستی که به قول خودت 8 شب پیاپی در اعتراضات تهران و همون هفته اول که بسیار هم شلوغ بود حضور داشتی، چه جوی بود بین مردم معترض؟ خب ما ویدیوهای زیادی دیدیم، تصاویر زیادی دیدیم، عکسای زیادی دیدیم. اتحاد و همدلی رو میشه از طریق همین ویدیوها و تصاویر هم واقعا حس کرد، با اینکه ماها که در خارج کشوریم اونجا نیستیم، یا بسیاری از مردم که بیننده این برنامه هستن ممکنه که در خیابان حضور نداشتن. به عنوان یک شاهد عینی از جوی که اونجا حاکم هست در خیابون بین مردم برای ما میگی. جناب زراعتی، بارزترین ویژگی که در این اعتراضات وجود داره همدل بودن و همصدا بودن مردم و به ویژه شجاعت مردمه. یعنی ما در اعتراضات سال 88، سال 96، سال 98، من تو همه اینا شرکت داشتم، با اینکه سال 88 من کلا 18 سالم بود، ولی شجاعتی که مردم دارن از خودشون توی این اعتراضات نشون میدن، اولین باره که سرکوبگر نظام جمهوری اسلامی در خیابون داره سرکوب میشه. یعنی این اتفاق هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود و این بار دفعه هم انقلاب نشه، من میگم 100% میشه. و حتی اگر هم نشه دیگه این مردم ترسشون ریخته و به قول قدیمی اون قبح قضیه ریخته، این دفعه دیگه آخون تکون بخوره مردم تو خیابونن. و این اعتراضات حدود 50 روزه که طول کشیده و قطعا که به نتیجه میرسه و قطعا که داریم اینا رو فراری میدیم، همونطور که میشنویم خیلی هاشون دارن با پول این کشور از ایران عزیزمون فرار میکنن. بله، چه اصطلاح جالبی به کار بردی که گفتی داره سرکوب میشه. اگه برگردی عقب، سامان سوال بسیار سختی هست ازت میپرسم، ولی تو بینایی چشم چپت رو از دست دادی در اعتراضاتی که در تهران بوده و هدف گلوله قرار گرفتی، اگه برگردی عقب به همین 40-50 روز پیش به قول خودت که الان اشاره کردی، باز هم میری به خیابون و اعتراض میکنی با اینکه شاید بدونی همچه اتفاقی برات بیفته؟ ببینید، من اگر بخوام مستند خدمتتون عرض بکنم، من در پیج اینستاگرامم ویدئویی قرار دادم از 1 ساعت بعد از این حادثه که به بیمارستان فارابی رسیدم. توی اون ویدیو اگر دقت بفرمایید، من نه ترسی توی چشممه، نه اشکی، نه قصه ای و نه پشیمونی، و الان هم اصلا احساس پشیمونی ندارم. و اگر شرایطم سخت نشده بود، امروز هم من در خیابان بودم و از این کار واقعا خوشحالم و میبالم به خودم. ولی بیشتر از این در خوشحالم از این که داریم موفق میشیم، داریم پیروز میشیم. من همین الان احساس میکنم بزرگترین انقلاب تاریخ ایران اتفاق افتاده. در 150 کشور مردم ایران تظاهرات کردن. در تورنتو 60,000 نفر 50,000 نفر تظاهرات کردن. یک همچین چیزی رو شاید جهان به خودش ندیده باشه. همین الان ما بزرگترین انقلاب رو رقم زدیم. پس پشیمونی در کار نیست، ترسی در کار نیست. و من در اینستاگرامم هم گفتم میدان جنگ هم جای عزاداری نیست و تنها چیزی که باعث التیام قلب های ما میشه، باعث التیام زخم های جسمی و روحی ما میشه، به نظرم پیروزیه. و مهم اینه که ما داریم به این پیروزی میرسیم. سوال آخرم هست ازت سامان، پیامت به همسن و سالهات جوانتر از خودت که در خیابون ها هستن، حالا خودت که بسیار جوان هستی، متوسط سنی بچه هایی که تو خیابون هستن باز 7-8 سال کمتر از خودتو هست، پیامت به اونها چه هست به عنوان یک کسی که در این اعتراضات بوده و اینقدر امیدوار داره و مصمم داره همچنان به هر حال از اینکه آینده روشنه میگه؟ عرض به خدمت شما، ببینید، من نمیخوام ترویج خشونت بدم و یا اینکه بخوام بچه هامون رو با این کسانی که رحم و مروتی درشون وجود نداره بخوام فیس تو فیس بکنم، اما برای حضور در خیابان و اتفاقاتی که داره میفته، من صحبتی که با دوستان خودم، با همسن و ساله خودم، با بچه های کشورم دارم اینه که ناامید نشید.
یعنی روند انقلاب کردن در یک کشور هممون میدونیم که اینطور نیست، به این سرعت شاید اتفاق نیفته، شاید ماه‌ها طول بکشه، شاید روزها طول بکشه، هفته‌ها طول بکشه. ناامید نشید. یک بسیجی امروز توییت مثل اینکه گوشته بود که 50 60 روز از انقلابتون گذشت چی شد؟ اینا خودشون 1400 سال منتظر ظهور امام زمانن. 1400 سال کجا، 50 60 روز کجا؟ پس ما قطعاً به نتیجه میرسیم و الان فقط 50 روز گذشته، مطمئنم شاید همین فردا نتیجه بده، مطمئنم اگر فردا نتیجه نده حد اکثر دو ماه دیگه نتیجه میده. صحنه رو ترک نکنیم و امیدوار باشیم. مرسی از تو سامان عزیز که میدونم خیلی هم سخت بود برات که به اینترنت و به هر حال اینجور چیزا دسترسی داشته باشی، وصل شدی و امشب مهمان من بودی در حرف آخر و به امید آزادی و روزهای روشن هم طور که خودت هم در پیامت به همسن و سالها اشاره کردی در انتهای این گفتگو. شب خوبی داشته باشی. بله واقعا بعضی موقع مهمان‌هایی در این برنامه حضور پیدا می‌کنن که شخصا من تحت تاثیر قرار می‌گیرم و شاید از ده‌ها کارشناس سیاسی و اقتصادی که در طول روزها در رسانه‌های مختلف حضور پیدا می‌کنن حرفشون دقیق‌تر، واقعی‌تر و تاثیرگذارتر باشه. و اما همطور که در برنامه ابتدای برنامه اشاره کردم، سروان فریبرز کرمی زند همراه من هست با موضوع اهمیت حفظ خیابان، سردرگمی نیروهای سرکوب، تهدیدهای اخیر فرمانده سپاه و رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات رژیم و اینکه در این مرحله چه باید کرد. آقای کرمی زند خوش اومدی به حرف آخر، از طریق خط اسکایپ در خدمتتون هستم. امیدوارم صحبت‌های مهمان قبلی رو شنیده باشید. آقای کرمی زند بسیار صحبت‌های جالبی مطرح کرد سامان که از مهمان من بود. یک ارزیابی کلی به من بدید آقای کرمی زند. ما به هر حال امروز هم موج جدیدی از اعتراض‌ها رو در چندین شهر ایران شاهد بودیم و همین الان هستیم. مزدورها در چه وضعی هستن؟ درود بر شما جناب زراعتی، سپاسگزارم از دعوتتون. قبل از اینکه من حرفم رو شروع کنم میخوام یک عرض تسلیت داشته باشم خدمت خانواده هموطنان جان باخته در این قیام اخیر، چه عزیزانی که در خیابون به صورت مستقیم توسط جمهوری اسلامی کشته شدند، چه هموطنانمون که قربانی یک توطئه تروریستی از سوی جمهوری اسلامی شدند و در حرم شاهچراغ جونشون رو از دست دادن. من با اون خانواده ها یک صحبتی دارم. فقط این بار اگر جایی رفتید، اگر با مسئولی از جمهوری اسلامی صحبت کردید، یک سوال رو ازشون حتما بپرسید که یگان حفاظت از حرم شاهچراغ اون لحظه کجا بود و گیت ها چرا خالی از نگهبان بود. این سوال رو حتما بپرسید و مستقرانه پیگیر جوابش باشید. جناب زراعتی، در خصوص وضعیت مزدوران جمهوری اسلامی، همونطور که شما هم به بارها تاکید کردید، الان در وضعیت خوبی نیستن. 50 روز از این قیام مردمی گذشته، روز به روز فشارها بر اونا افزوده شده، هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ روحی، هم از لحاظ خانوادگی، و واقعا در وضعیت خوبی نیستن. و این سطح از خشونتی هم که ما داریم میبینیم که دارن اعمال میکنن ناشی از ترس دوشون و ناشی از اینه که دیگه کم آوردن و بریدن، واقعا در وضعیت خوبی قرار ندارن. بله اتفاقا میبینیم ویدیوهای امروز کرج و جای دیگر دیدیم، یا فولاد شهر به خصوص، که جوانها چطور به هر حال دارن مقابله میکنن. حالا خیلی به هر حال خیلی مسائل رو نمیشه تو تلویزیون مطرح کرد. آقای کرمیزن، فکر میکنید ویدیوهایی که شما میدید و بسیار پرطرفدار هست در توییتر، خیلی‌ها دنبال میکنن که این روش‌های در واقع مقاومت در برابر سرکوب رو یاد بگیرن، تاثیرگذار بوده در همین ویدیوهایی که شما میبینید از جوانها در شهرهای مختلف؟ اینو دیگه با هموطنان بگن که این ویدیوها تاثیر داشته یا نداشته. ولی خب من به همراه تعدادی از همکارانی که در این زمینه داریم فعالیت میکنیم، این رو دیدیم. اگر جایی ازش استفاده شد از اون شیوه ها و توصیه هایی که ما گفتیم، ورق به نفع مردم برگشته. برای مثال همین، ما در قیام های گذشته میدیدیم که با یک گروه 20 نفره راحت یک جمعیت چند صد نفره رو محاصره میکردن عوامل جمهوری اسلامی. ولی الان وضعیت منواریش رسیده که خود عوامل جمهوری اسلامی دارن محاصره میشن توسط مردم، و دیگه جمهوری اسلامی حتی از عوامل پیادهش هم استفاده نمیکنه، فقط روی آورده به عوامل موتور سوارشون. میدونه پیاده در مقابل مردم قرار بگیرن سریعا محاصره میشن. امیدوارم که تاثیر گذار باشه. حالا دیگه هموطنان تاکید کنن که تاثیر گذار است یا نه.
آقای کرمیزن، این شروع محاکمه ها، اظهاراتی که مقامات رژیم میکنن، سلامی میگه از جون ما دیگه چی میخواین؟ یعنی دیگه این علنا اومد تو سخنرانیش گفت از جون این بسیجی ها و اینها چی میخواین؟ محاکمه ها رو شروع کردن. به نظرتون این تاکتیک جدیدی که برای ارعاب دستگیری توماج صالحی رو داشتیم، رپر محبوب مردم و یکی از کسایی که صدای مردم بودن این اعتراضات، فکر میکنید این استراتژی ها تأثیری داره روی اینکه مردم بخوان اعتراضات رو متوقف بکنن؟ آقا من در خصوص آقای سلامی خدمتتون عرض کنم که ایشون حتی در خود سپاه مثلا حرفاش پذیرفته نیست، یعنی معروف به سردار بیمغز. حالا من این رو که بخوایم بگیم ما دشمن جمهوری اسلامی هستیم داریم حرف رو میزنیم، نه، میتونیم ثابتش هم کنیم. وقتی در یک شرایطی قرار میگیرن، شرایط حساسی قرار میگیرن، فرمانده کل سپاه به عنوان مسئول اصلی این سرکوب و سرکوب اعتراضگران بایستی در کمیسیون ها حضور داشته باشه، ولی انقدر روی این اصلا حساب نمی کنن که میفرستنش در این مراسمات، مثل که رفت شیراز اونجا صحبت کرد. یعنی میخوام بگم اگر ایشون حرفاش برو داشت، یعنی حرفای خوبی که میزد یا میتونه تصمیم درستی بگیره، در اون با در کمیسیون ها در جلسات حضور داشت. سلامی یک ورژنی از محسن رضایی، مثلا محسن رضایی چند وقت یک بار از این حرفا میزنه، سلامی دیگه هر روز از این حرفا میزنه. سلامی اصلا مهم نیست. در خصوص اینکه احکامی هم که صادر میکنن، مثلا اژه‌ای که از کسانی بود که میگفت بیایید با هم صحبت کنیم، الان داره میگه احکام سنگین. اتفاقا این صدور احکام سنگین، اگر کسانی هم شک داشتن از هموطنان، دیگه شکشون برطرف شد که اگه یک قدم عقب بکشن جمهوری اسلامی به اونها رحمی نمیکنه. پس ما باید در خیابان ها بمانیم، اعتصاب کنیم، اعتراض کنیم و از جمهوری اسلامی گذر کنیم. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان رژیمی نیست که بخواد یک در رخ در وجودش باشه. آقای کرمی، کمتر از یک دقیقه وقت داریم، سوال آخرم هست از شما. خیلی ها میگن که هنوز رژیم با تمام توان بیرون نیومده، اگه بیاد بد خواهد شد. چقدر این بزرگ نمایی حقیقت داره؟ اصلا صحت نداره. خود رژیم با تمام توان رژیم همینه، یعنی بیش از این دیگه نیست. دیگه چه نیروی مونده که بیاره پای کار؟ از سپاه آورده، از بسیج آورده، از نیروهایی که در سوریه دستشون به خون و زنان و کودکان سوریه‌ای آغشته است آورده. تمام توان جمهوری اسلامی همینه. مردم باید بگن که ما هنوز با تمام توان نیومدیم، و اگه ما با تمام توان بیاییم در عرض کمتر از چند سال جمهوری اسلامی به قعر تاریخ میاد. مرسی از شما جناب کرمی زند، و امیدوارم که در فرصت‌های بعدی به صورت مفصل‌تر بتونم در خدمتتون باشم. شبتون بخیر. دیروز باشید. و در انتها به سیاق این چند هفته و قولی که داریوش اقبالی به من داد، بخش دیگری از پیام همبستگی هنرمندان رو ببینیم که به همت بنیاد آینه تهیه شده. همبستگی این یک پدیده انسانیه. این لغتیه که سیاسی نیست، لغتیه که ما همه در فرهنگمون داشتیم، داریم و باید داشته باشیم. همین لغته که باعث میشه که ما با هم همبسته باشیم. پس همبسته باشیم. من یک زن ایرانیم و به تمام زنان سرزمینم افتخار میکنم. با همبستگی هم صدا شویم تا بی صدا نمانیم. من یک زن ایرانی هستم. آزادی حق زن ایرانی است. هم صدا باشیم تا بی صدا نمانیم. چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم؟ خانه اش ویران باد. همبستگی تنها راه برای ایستادگی تا پیروزی است. پیروزی حق کسانی است که از شکست‌ها درس گرفتند. در طول تاریخ هر بار که ما بیشتر در کنار هم ایستادیم، هر بار که پذیرش بیشتری از همدیگه داشتیم، هر بار بیشتر همدیگه رو فهمیدیم و هر بار که با هم مهربان‌تر بودیم، راحت‌تر و زودتر پیروز شدیم. مطمئنم این بار هم با مهربانی و با در کنار هم ایستادن به این دشمنمون هم پیروز خواهیم شد. و
بله، هفته پیش هم اشاره کردم اگه هنرمندان در هر رشته‌ای و در هر جای جهان علاقه دارن که در این پیام همبستگی مشارکت داشته باشن، با بنیاد آینه تماس بگیرن. به پایان این برنامه رسیدیم. ثابت کردید حرف آخر حرف شماست، پس روی حرفتون همین الان که در خیابان‌ها هستید بایستید. پیروزی در نهایت مال شماست. تا هفته آینده و قسمت دیگه‌ای از حرف آخر بجوید.